با من ازدواج میکنین؟ بله. واقعا؟ واقعا. خدای بزرگ، خب این عالیه. ما بریم همین الان این خبر خوش به همه بدیم. نه 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 نه، بذارین من نباشم وقتی این خبر میدین. به این دلیل که من چرا ایرج خبر کیک چه خبر؟ رامینه صبر کن. ایرج خبر بی نظیر داره. تو مثل برادر منی، اولین نفری هستی که داری اینو میشنوی. من و رامینا میخواییم با هم ازدواج کنیم. ازدواج؟ تو از این قد و قواره و سن و سال 50 سال تا خجالت نمیکشی همچین شوخی زشت و زننده‌ای میکنی؟ اصلا شوخی نکردم ایرج، شوخی نکردم. همین الان ازش خواستگاری کردم. من نگاه کن، گفت بده. یه بار دیگه فقط به تذکر میدم، فقط یک بار دیگه، اصلا شوخی قشنگی نیست. ایره چرا داری سخت میگیری؟ معلوم است داریم چی کار میکنیم. یه خبر خوب برات دارم. همین تولدت مبارک. تولدت مبارک. ایرش خجالت بکش، 70 سال سنته، این شوخی ها چیه میکنی تو؟ راست میگی شرمنده، الان میرم صورت شوخی بردارم. همین الان قرار شد تولدت مبارک. بابا شما چرا اینجوری میکنید؟ خب بابا 1.5 قرار رو هم دیگه سن داریم. بیاین بابا، بچه ها کارتون دارن. حرف نزن، بیا بری صورت تو بشورم، ولی دیگه از این حرفا نزن. بیا بردیا باید از رو جنازه من رد شه اگه بخواد با رامینا ازدواج کنه. ببخشید آخه اصلا سر راهشون نیستین که بخوان از روتون رد شن. ببخشید شما اصلا جزو خانواده مایی که نظر میدین. خیلی خب دعوا نکنین حالا. مثلا این فهمم این رامینا چطوری راضی شده؟ خیلی من خودو چقدر بدم میاد از این بردیا. وا مگه چشه؟ هم پول داره هم خوش تیپه. یادم چی میخواد از یه مرد؟ ببخشید تو مثلا که اصلا حالیت نیستا. پسر خالمون میخواد زن سابق پسر خالمونو بگیره. این اصلا درست نیست، اخلاقی نیست، انسانی نیست. بی خودی قضاوت نکنید، باید خودتونو تو موقعیت آدمو قرار بدین. از کجا میتونی بفهمی که چی درسته چی غلطه؟ باربارا نمیخوای یه چیزی به شوهرت بگی؟ ایرج من فکر میکنم باید از خسرو بپرسیم که این رامینا چی کارش کرده، چه بلایی سرش آورده که تونسته همه اموالشو ازش بگیره. یه وقت این کارا رو با بردیا نکنه، این بلا رو سر بردیا نیاره. باربارا قضاوت اشتباه نکن، رامینا همه چی خسرو رو ازش نگرفت، همه چیزای خودش رو از خسرو پس گرفت. این به نظر من باربی جان فقط بحران 50 سالگی بردیاست. یعنی طبیعیه که زود عرق میکنه. چی؟ یعنی طبیعیه که زود عرق میکنه. یعنی زرتی عاشق شده، زرتی فارغ میشه، این ازدواج هم سر نمیگیره، مطمئن باشی. یعنی اصلا میگه کارشون به ازدواج نمیکشه کلا. ما ناراحت نباشی ایرج جان. رامینا چی؟ رامینا رو هم بحران گرفته؟ فکر کنم مثلا این بردی رامینا رو جادو کرده. خاک تو سر ما، خاک تو سر هممون. اگه این روز تولد کوفتی بردی ما یادمون مونده بود، الان این همه بدبختی و خفتقالی نداشتیم. آقا اصلا به این فکر کردین که وقتی خسرو بفهمه چی کار میکنه؟ ایوا خسرو بفهمه مرکز رو سر بردی ها خراب میکنه، اصلا شک نکن. سلام به همه. بچه ها حالتون خوبه؟ آره ما خوبیم، خیلی خوبیم، عالی. تو خوبی؟ خوشحالی؟ نه یه چیزی شد. جمشید میخوام یه خبر خیلی خوب بهتون بگم. آبا کجاست؟ آبا کلاس زبان داشت. البته اونم اگه اینجا بود الان اندازه ما خوشحال. هممون هنوز نشنیده اینجوری ذوق کردیم واسه من دارین بغض میکنید، بشنوید چی میشه. بچه‌ها
سرمربی تیم گلکاران جاجرود طی حادثه ای رفت بیمارستان. آخه متاسفانه. ولی خبر خوب چیه؟ من خسرو خراباتی به عنوان سرمربی تیم گلکاران جاجرود انتخاب شده. همیشه منتظر این فرصت بودم که پله پله درجات ترقی رو برم بالا، که بلکه از اون ور رومینا پله پله از خر شیطون بیاد پایین. برگردم خسرو تو چرا اینقدر امیدواری؟ عزیزم من دیگه نمیتونم چی شده؟ بردیا داره ازدواج میکنه. فاک کاری نداره، با هم میریم بهش میگیم همین. نه نه نه، بعد از جداییمون یه خانومی زنگ زد به مادر من، خب، و من رو برای پسرش خواستگاری کرد، و وقتی خسرو این ماجرا رو فهمید رفت شرکت اون آقا و اون آقا رو از بالکن طبقه دهم آویزون کرد تا بگه غلط کرده. این در صورتی بودش که فقط فهمیده بود مادر اون آقا به مادر من زنگ زده. همین چه وحشتناک، چه دیوانه، چه عوضی، چه قاتل، اصلا وحشتناکه. میخوای اصلا فعلا بهش نگی؟ خسرو خواهش میکنم، تقصیر اونه. بیایی خسرو، من بوکس بلدم. خسرو خجالت خسرو، من بوکس بلدم. چقدر برات خوشحالم پسر خاله عزیزم. همین الان دختر خاله ها بهم گفتن چی شده. خوشحالی؟ تو الان خوشحالی؟ بله. چقدر آبی، ما فکر میکنم تو با این قضیه نمیتونی کنار بیای. معلومه که کنار میام، وقتی پای پسر خالم وسط باشه کنار میام. یعنی تو ناراحت نیستی که هیچ، خوشحالم هستی؟ بله، هر اتفاق خوبی برای پسر خالم بیفته من خوشحالم. من که از زندگی با شما خیری ندیدم، بلکه این جوون کهنسال خوشبخت بشه. واقعا بهت افتخار میکنم خسرو. ما فکر میکردیم تو عوضی و وحشی و قاتل و دیوانه. فکر نمیکردیم اینقدر آدم حسابی و با شرف و درست و با غیرت و درجه یک باشی. اصلا خواهش میکنم این حرفو هیچ وقت نزن. تو مثل برادر بزرگی نمونی بودی. چقدر براش خوشحالم، چقدر برات خوشحالم. خب حالا این عروس خوشبخت کیه؟ ها؟ چی؟ ها؟ فارسی زبانان عزیز، برای تماشای فیلم و سریال های بروز ایرانی وارد سایت تلویکا شوید. جدیدترین فیلم و سریال های روز را با بالاترین کیفیت و همزمان با انتشار در ایران قانونی از طریق تلویکا تماشا کنید. به همراه زیرنویس عربی، انگلیسی و کردی. 7 روز تست کاملا رایگان. پرداخت امن و آسان از طریق استرایپ و پیپل. موجود در گوگل پلی برای نصب بر روی سیستم عامل اندروید و به زودی در اپ استور برای سیستم عامل iOS. امکان خرید بلیت سینمای آنلاین برای فیلم‌های در حال اکران در ایران و تماشای آن به صورت آنلاین. دسترسی راحت و آسان از طریق وبسایت تلویکا. خسرو عزیزم، خسروی عزیزم، چه خواهی که بعد سرم بریزم. میدونین که عروسی رو میخوام کجا بگیرم؟ میدونین کجا؟ حس بزنین توی یک جزیره اختصاصی وسط جزیره مالدیو. چه خیلی بدم تو عروسی. من اصلا خیران تو جزیره خیلی مربوط خوشی خیلی نترام خیلی. وای خدا چقدر خوشحالم، چقدر با خانومت رفت و آمد کنیم مردیا. زنگ میزنم به خونه مامان اینا، ما باشیم بیایم اونجا خونه دون. وای بچت بیاد تو همین لابی، سال دیگه من این پس کردنیمش بزنم اون کام شد. زود بعد بچه دار بشی که فاصله سنی تو خیلی با هم دیگه زیاد نشه. حتما قول میدم، قول میدم. بیا تحویل بگیر. یادت میگفتی این لاوبالی هرزه هوس بازه به فکر زندگی زن و بچه نیست. دیدی؟ یادت میگفتی هیچ کس پیدا نمیشه بیاد با این احمق ازدواج کنه؟ دیدی یکی پیدا شد باید با همین احمق ازدواج کرد؟
ببخشید سرکار خانم رومینا، شما این حرفا راجع به من زدین؟ شما هیچ خجالت نکشید گوش کن مهم نیست چه اهمیتی داره نظر رومینا چیه، مهم اینه که اون کسی که باید تو رو میپسندیده پسندیده. بچه خیلی خوشحالم که شادی دوباره داره به رکای بی جون این خانواده برمیگرده. من دارم سرمربی تیم میشم، بردیا داره ازدواج میکنه. بابا چی بود همش جدایی و طلاقی؟ چی شد خسرو؟ خوشحال بودی که چرا داری گریه میکنی خسرو؟ یاد زندگی ما پس یا افتاده. ولی مهم نیست، مهم اینه که الان خوشحالیم، ما میتونیم برگردیم. آفرین. خیلی دوست دارم بدونم اون عروس خوشبخته. بهم بگو. بذار برات سورپرایزش کنم. ببین واقعیتش اینه که اصلا عروسی ما در برابر مربیگری تو هیچ ارزشی نداره. تو فقط به من بگو که اون تیم خوشبخت کیه؟ رئال مادرید. واقعا خوشحال شدم. من الان بهتون گفتم نه بابا همین گلکارونه چاجی. خسرو جان، خسرو ببین الان یعنی تو همه کاره تیمی؟ بله. ببینید جوونا، وقتی کسی سرمربی یه تیم میشه مثل پدر اون تیم میمونه. من الان پدر گلکاران جاجرویم. خب پس الان اون بی پدر رو دارم بدون تو باشگاه چی کار میکنن؟ اخیر رو گذاشتم اونجا بچه ها رو به صف کنن آماده بشن که من برم یه سخنرانی قراره درجه ای که حرفه‌ای براشون بکنم. خب برو بگو دیگه، برو. میخوای من بیام بهت کمک کنم؟ نه. روز اول مربیگری تو یه جوری سخنرانی کن که بفهمن رئیس کیه. بهشون درس معرفت و وفا و غیرت بده. بهشون بفهمون که همیشه همیشه باید به هم تیمیشون، مربیشون، پدرشون، پسرشون، به خصوص پسر خالشون با وفا و با معرفت و با غیرت باشن. غیرت. برو. غیرت. برو. اصلا حالش خوب نیست که الان بخوایم بهش بگیم. باور کن میدید یه لحظه میخواد. خوشو نگفتی آخرش. خوشو بابا تو رانی منتظر سخنانی. اصلا وضع اعصابش خوب نیست. یه لحظه گریه میکرد، یه لحظه میخندید، الان بهش بگیم سکته میکنه، دیوونه میشه. اصلا نه. اون موقع که تصمیم گرفتی زن سابقشو بگیری بعد به این چیزا فکر میکردی؟ منگه چی کار دارم میکنن؟ دارم با هم عروسی میکنن. بله بابا، چرا تو نمیفهمی داره زن سابق پسر خالشو میگیره؟ عجیبه ها. زن سابقش اسم داره، اسمش هم روميناست. بعدش هم گناه که نمیکنی. اول عقد میکنین. رومینا جان، آخه من نمیفهمم تو اصلا چطوری داری با این بردیای چاق ازدواج میکنی؟ بله چیه؟ آره میخواد. میتونیم ببینیم دو نفر هم دیگر رو میخواد؟ بله. درسته خسرو پسر خالمونه، ولی بردیا هم پسر خالمونه. درسته که خسرو مهربون و ماه و صاف و با صداقت و پاکه، ولی بردیا هم پسر خالمونه. عزیزای دلم، رومینا دیگه انتخابشو کرده. من مطمئنم که تو شرایط روحی بدی بردیا رو انتخاب کرده، ولی ما باید به انتخابش احترام بذاریم. خودت میدونی و دختر خاله ها تو پسر خالت، هر وقت رفتی همه ی ماجرا رو برای خسرو تعریف کردی، اون وقت به من خبر بده که برگردم. همین الان تکلیف همه چی رو روشن میکنم. چطوری؟ روشن کن. نه باید فکر کنی. سب کن. بذار روشن کنه. یعنی هر جوری حساب کنی نمیتونی روشن کنی. بعدیا فکر کن باید بگیرش. اصلا نمیفهم. باید بگیرش. دیگه تموم شد روزگار تنبلی و شلبازی، شروع شد روزگار تمرین و تلاش و دوندگی، روزگار سختی و ممارست، روزگار قدرت و غیرت. من مربی قبلیتون نیستم که بهتون آسون بگیرم. من خسرو خراباتیم، مربی روزهای سخت، مربی با غیرت. ازتون سه تا چیز میخوام: اول غیرت، دوم غیرت، سوم غیرت. 1121 1122، سریک 1123. بند از این پایین بابا، شما این کارو نیستین. بیا اینجا مینم. بیا اینجا جوون، سریک.
تو دفاع آخر تیممی، آخرین سنگر، دروازه مثل ناموسته. اگه یار رفت توپ نمیره، توپ رفت قلم پای عرفا میگیری، میشکنی. من خشن که نمیشه خسرو. خشن نمیشه، برو پینگ پونگ بازی کن. همین الانم توپو بردار بکن توی اون کمد، برای همیشه از این باشگاه برو بیرون. به به، شاه داماد عزیز، از این ورا کاری داشتی؟ نه نه نه، گفتم که یه وقت بیام ببینم اگه چیزی برای این بازی مهمتون کم و کسر دارین بگین که در خدمتتون باشم. دارین. غرور، تعصب و غیرت. بچه ها ما فقط غیرت میخوایم، غیرت میخوایم، غیرت میخوایم. چی میخوایم؟ غیرت. چی؟ غیرت. چی؟ غیرت. فکر کنم یه چیزی میخواستی بگی. یه چیزی که تو باید بدونی. بگو که بدونم. الان میخوای بهش بگی؟ بالاخره که باید بدونه. میگی؟ نه من کلی کار دارم. بله 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 بله. میخوام که تو ساقدوش من باشی. واقعا؟ با افتخار، غرور و تعصب و غیرت باشی. چی؟ چی؟ غیرت. آفرین با غیرت. واقعا؟ خودش قبول کرد که توی عروسی ساقدوشم بشه. ولی 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 اصلا وقت مناسبی نبود بهش بگم دارم با زن سابقت ازدواج میکنم. برای آدم ترسو و بیوفا هیچ وقت مناسب نیست. ای خدایا، هرچی انرژی بد و منفی و خبیث الهی دور بشه از این مرکز. ای خدا. 1223. ولی اصلا نگران نباشین، به محض اینکه جو مربیگریش بخوابا میرم صاف دروش میگم. غیرت بخواهد. به نظر من ما وظیفه‌مونه که به خسرو بگیم پشت سرش خبرایی. یه چیزی گفتم. سلام. چطور بچه‌ها؟ بچه‌ها؟ سلام. شما چطور امروز؟ بیاین اینجا می‌خوام یه خبر خوش بهتون بدم. همین الان من و اخی از بوره کشی جام حذفی میاد. فکر میکنین تیم گلکاران جاجرود در اولین بازی به چه تیمی خورده؟ پرسپولیس. اونجا باید گند میزدی توی سورپرایز من. بله بچه ها، به پرسپولیس خوردیم. آره خنده داره. پرسپولیس مثل چانک میاد از روتون رد میشه. خسرو چونه من این پرسپولیس رو ببریم؟ من زبونم جلوی این الناز ده. معلومه که پرسپولیس رو میبریم، خوبم میبریم، نه برای اینکه حال الناز رو بگیریم، برای اینکه این دفعه اگه پرسپولیس رو ببرم حتما 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 رومینا بر میگرده به من. بچه ها من دیگه نمیتونم. اصلا وایسا وایسا این برده. ای کارت مرگ مر کارت مرگ اومد. مرگ اومد یعنی میمیری؟ نه 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 نه، یعنی اگر با رومینا آشتی کنی میمیری. آه. میمیری با رومینا آشتی نمی کنی. آخه خسرو، اصلا این رومینا چی داره؟ رومینا یه لوسه حالا خیلی خوشگله، من قبولم خوشگله، ولی کفتی بدفاز الکی داد میزن. چی داره رومینا؟ راجبه بردی ها حرف نمیزنین دا، راجبه رومینا داریم حرف میزنین. مگه همین خودتون نبودین اینقدر هواشو داشتین، دوستش داشتین، بهش هدیه میدادین، شعر رفتین بهش تقدیم کردین، حالا به من دارین اینو میگین؟ بله بله، ما هممون ازش متنفریم. آره. خسرو واقعا اون زن چیه؟ تمام اون کارای ما به خاطر درویی، مارموزی و حماقت ما میشوریم. آره. اصلا وقتی زن تو بود ما به زور تحملش میکردیم. آره. چه برسه الان که زن بردیاست. من از این میز یه جنازه میخوام، یه مرجویی. رانده یه دارم زمینی میرم استانبول کنسرت ابرام دادنی. اگر خرابش نکنی با خاک یکسانش میکنم. خنده تر و لبت پاک میکنم. شما از همین لحظه استخدام. اونشو چی؟ منشو، منشی، منشی بردیا. تو دهنش خوب نچرخ. نچرخید. آره بابا اصلا یه چیزی میگه نشدنی. اصلا ترسه فکر کن رومینه بیاد بره زن بردیا. من این چاقی رومینه اینجور زنی فیلو فنجون بشن.
بعد فکر کن بردیا بچه به بغل کنار رومینا خانوم بعد بچهشون به تو میگه عمو. شوخیشم زشت جوون، آدم هرچی از دهنش در میاد نمیگه. بسته دیگه، راست میگه. یعنی چی؟ آدم هرچی به دهنش میاد که نمیگه. عزیزم، همین پیش پای تو ما داشتیم حرف میزدیم با هم دیگه، من گفتم وای وای من چقدر از این دختره بدم میاد، همه همون بعدمون میاد، ولی من یه حالی هم باهاش اصلا. ببین، من همه این سالا واقعا فقط به خاطر گل روی تو تحملش کردم، وگرنه منو که میشناسی اینجور آدمی نیستم که اونجور آدمی رو تحمل کنم. بله. که میزنم شت و پت میکنم، یه پرونده میره رو پرونده های دیگه هم باکیم نیست. باربی چون هم باربی چیاره دیگه. حالا که اینجوریه من پرسپولیس رو میبرم، شما هم که ازش متنفرین بهش دیگه محل نمیذارین، کی براش میمونه؟ خسرو ویروسش داره. خسرو میاد دوباره سراغ خودم. خسرو جون، به نظر من وقتی تو تیم پرسپولیس رو میبری دیگه رومین خانم لیاقت تو نداره. نه واقعا، دریچه های تازهی برات باز میشه. تازه ببین عزیزم، شأن تو حفظ کن. بعد این همه مدت با این همه جون کردن تونستی خودتو برسونی به شأن خانوادگی ما. سطح تو نیار پایین. رومینا کیه؟ رومینا چیه؟ بدن. یه بار باش ازدواج کردی تاشو دیدی دیگه. هممون تاشو دیدیم. آره بابا، این برد پرسپولیس رو بزن تو دهنش بده بره. تو دیگه اون مربی سابق تیم درپیت نیستی که بری زن سابق بگیری که. تو میشی یه آدم جدید، یه خسروی جدید، یه همسر جدید، ازدواج جدید، جدید، زندگی جدید، جدید. چقدر لاغر شدی خسرو؟ من هیچ وقت چاق نبودم. دوباره با من ازدواج میکنی خسرو؟ دیگه فایده ای نداره، برای همه چیز دیره. من دیگه به عقب بر نمیگردم. ما دیگه به عقب بر نمیگردیم. چی؟ غیبت! مگه بیرون دو ساعت با هم تمرین نکردیم؟ چون یه بار دیگه، من به عقب بر نمیگردم. ما دیگه فقط به رو به رو نگاه میکنیم. چی؟ بر نمیگردیم. خسرو، خسرو ازت خواهش میکنم که یه فرصت دیگه به من بده تا بتونم کنیزی تو بکنم. من اگر میدونستم که تو قرار پرسپولیس ببری هیچ وقت ترکت نمیکردم خسرو. من اگه خودم هم میدونستم پرسپولیس رو اینجوری میبرم، هیچ وقت تو رو نمیگرفتم. چی؟ بر نمیگردیم. بابا رویای منم به شما گمزه. بسه دیگه خسرو، خواهش میکنم ازت، خواهش میکنم. من پرسپولیس رو میبرم بچه ها، رومینا میاد میفته به دست و پام. بهش میگم نه، برم کار، برم کار. من دیگه اون خسروی سابق نیستم. همینه میخواستیم ما. آره میتونیم بریم. این پرسپولیس ببره؟ شما ها فامیل این شاخ میذارین تو جیبش میفرستینش جلو، اگه باخت رو باخت بیاره که این دفعه رگش رو میزنه که. شما ها فامیلی یا عشقی ها؟ بابا اینقدر زود قضاوت نکنی. حالا شاید هم پرسپولیس رو برد. برد؟ نه
اشکال نداره به هر حال تا آخر بازی پرسپولیس ما زمان خریدیم دیگه. ها بفرمایید. بعد تا اون موقع اصلا و ابدا خسرو هیچ چیزی درباره بردیا و رومینا نباید بشنوه. هیچ چیز. بابا میذاشتین الان میگفتن سکته میکردم. ولش کن. بعد میگفت. بابا بر اساس آنالیزایی که انجام دادیم تیم گلکاران جاج رود در یک صورت میتونه تیم پرسپولیس رو شکست بده. خدایا شکرت. واش نگفتم جهونا نگفتم ما میتونیم ببریم. خب اخی بگو در چه صورت. در صورتی که تیم پرسپولیس فقط و فقط با 4 بازیکن جلومون بازی کنه، اونم بدون دروازه‌بان. آنالیز پرسپولیس نشون میده که خط حمله اونا 10 برابر دفاع ما قوی تره و تازه اونا توی دفاعشون سید جلال رو دارن که میتونه یه نفره و فقط با 1 پا کل مهاجمای ما رو مهار کنه. ترس! برادر مرگ بچه ها! ازتون میخوام همین الان با هم فعل خواستن رو صرف کنیم. خواستم، خواستی، خواست، خواستیم، خواستید، خواستم. خواستم، خواستی، خواست، خواستیم، خواستید، خواستم. از گفتی با یه پا میتونه همه ما رو مهار کنه. ایگو 30 سال صبر کردم واسه اینکه مربی بشم، ولی کاش حداقل یه ذره مربیگری بلد بودم. ایرج آخه تو شانس گند منو نگاه کن، اولین بازی زندگیم باید بخورم به پرسپولیس. چرا؟ من از فوتبال چیزی سردر نمیدونم، ولی به هر حال میدونم که بازیکنای تو هم فوتبالیستن دیگه. نیرو دارن، جوونی دارن، انگیزه دارن. اینا رو نمیتونی دست کم بگیری. نیروی جوونی معجزه میکنه. چرا بهشون حمله نمیکنی؟ مربی فکر کنم کاپیتان با شکست. بله بله ممنون متشکر. حمله نمیکنم. اینا نزده خودشون دارن به خودشون حمله میکنن. بابا من اینا نقدر چک و لگدی کردم جون واسه شون نمونده. اینا فوتبال اسمشون نیستن ایرج. بچه های تیم خودتو نمیگم، میگم چرا به تیم حریف حمله نمیکنی؟ چی؟ اینا فقط یه سید جلال دارن که با پای چپش میتونه کلن جلوی تیم ها وایسه. ایرج تو فوتبال بلد نیستم. همجور واسه خود یه چیزی بگیم. فوتبال بلد نیستم ولی حیات وحش رو میشناسم. به نظر تو شیر قوی تره یا بوفالو؟ شیر نر یا ماده؟ اونش فرق نمیکنه. شیر نر و شیر ماده هر دوشون از بوفالو قوی تره، یعنی میتونن یه لقمه چپش بکنن. همونطور که پرسپولیس میتونه تیم تو رو بخوره. یعنی الان تیم ما بوفالوه. خب به نظر تو بوفالو برای فرار کردن از دست شیر چیکار میکنه؟ میدوه، شاخ میزنه، گاز میگیره. بابا ولمون کن، گاو و گوسالو نمیدونم ببر و شیر آوردی اینجا، چه ربطی به فوتبال داره اینا؟ برای اینکه بهترین دفاع حمله است. بوفالو به جای اینکه از دست شیر فرار کنه بهش حمله میکنه، اون وقت اون شیره که فرار میکنه. بله حمله کن خسرو، حمله کن به پرسپولیس، حمله کن به گذشته خودت، حمله کن به گذشته تیمت، حمله کن از همسر سابقت، از روی همشون رد شو. میکنم ول کن ایرج. میکنم به همشون حمله میکنم. من ایرج از روی رومینا و پرسپولیس مثل لوفه رد میشم. شرایط جدید اینه، بهت این فرصت رو میدم عاشقانه کنار بکشی، منم جای تو رو کنار هما حقی میگیرم. تو بکلی یستی که هرچند جهنه درگه میتونی بگی. بیا بزن. اتفاقا من بعدم نمیاد بشم اثبات عشق و پیلت تو. یلا بزن بگو اشتباه میکنم، اما اگه نزنی من هر چیزیو که بخوام به دست بیارم. حرومزاده دیگه خیلی وقتی که فوش نیست. برای تو فوش نیست، از وقتی بهش عادت کردی. امیر شایبان
منو به اون چیزایی که خودت ازشون میترسی تهدید نکن. مرحله یک شانزدهم نهایی جام حذفی فوتبال ایران، گلکاران جاجو در برابر پرسپولیس تهران. پرسپولیس میزنه بابا. بازیکنان گلکاران جاجو با لباس جدید خودشون وارد زمین بازی شدن. آرم چیه رو لباسشون؟ بوفالو، استیکر بوفالوه. یه داستان داره، حالا بعدم براتون میگم. چه قشنگه. هر کجای زمین رو که نگاه میکنی، هر کجای زمین که توپ هست، بازیکنان گلکاران جاجودم همه با هم مثل یک گله بوفالوی وحشی به سمت توپ و بازیکن حریف هجوم میبرن. اینجوری میکنن اینا؟ فوتبال راز بقای ایران؟ نه، تکنیک مخصوص گلکاران جاجروده، تکنیک ایمنی گله‌ای، یعنی به شکل گله‌ای به تیم حریف هجوم میارن که از گل خوردن در امان باشن. بیا این دفعه چی گل را میشونی؟ من نسو بزنم چی؟ همون یکی رو میکنم. در میان بهت نامداران و تماشاچیان، تیم گلکاران جاجرود 1-0 از پرسپولیس جلوه. بله، اینی که میشنوید واقعیت، 1-0 گلکاران جاجرود از پرسپولیس تهران جلوه. مرحله یک شانزدهم نهایی جام حذفی فوتبال ایران. باشه، سود نمیزنه. بسودو بزن دیگه لعنتی، بزن تمومش کن. همه مولا هیجان زده. بالاخره سوت پایان بازی و برد تیم گلکاران جاجرود. گلکاران جاجرود با تاکتیک عجیبش تیمش تیم پرسپولیس رو هم بکنه. کی باور میکنه شگفتی نام این دور از جام حذفی گلکاران جاجرود باشه؟ نام آوران پیروز باشید. قهرمان اومد. ممنون که پرشور از من استقبال کردید. من این برد رو واقعا مدیون همه شما. چرا پس چیز این ایبی نداره، حتما بعدم میاد. بعد بهتون بگم که از این به بعد، بعد از بردن پرسپولیس، شما با خسرو خراباتی جدیدی روبرو خواهید بود. خسرو خراباتی که فعل خواستن رو صرف کرده. خواستم خواستین خواست خواستیم خواستید خواست خواستن نه خواستن آره. خیلی ممنونم ازتون. این خسرو، خسروییه که به خاطر هدفش، به خاطر راهش محکم و استوار وایساده و همه چیزو به دست آورده. فرید میخوام این شادی رو با یک شادی بزرگتر تلفیق کنم. ازدواج بردیا برازنده پسر خانه عزیزم. ایرج بیا این دسته گلو بندازم. بچه با قلدوزه بینده کن برده اون مهمتره. مچکرم ممنونم که شادی ما رو دو سه چندان کردی. ازدواجت مبارک باشه. مچکرم. بگم به هم منم دارم با رومینا ازدواج میکنم. I'm